سلام بر شما به برنامه این هفته دیدبان خوش آمدید با من رعنا رحیم پور و مسعود بهنود که از هفته هسته روزنامه های ایران برامون میده و در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به پوشش توافق هسته در بی بی سی فارسی بهنود هفته هفته سلام. پرخبری بود روزنامه ها قطعا تمرکزشون بر مسئله هسته ای و توافق ایران و گروه پنج به یک بود مسئله که از دید بعضی از روزنامه ها اتفاق تاریخی بوده بله دیگه به طور کلی مهمترین خبر هفته که تمرکز همه همطور که شما گفتین روش بود حتما ماجره هسته ای بود ولی موافقین شروع کنیم از شرق شرق از جمله روزنامه که از جانب جناه تند رو متهم است به اینکه حادثه رو بزرگتر از اون که هستند میبینه و در نتیجه مثلا صفت های مثل تاریخی و اینا بهش میده اونا معتقدن که تاریخی نیست اولا اتفاقی نیفتاده است هنوز به زعمه روزنامه های مثل کیهان و بعد هم اینکه تازه باشم تاریخی نیست این عکسی است که یه عکس یک ایرونی است ما هفته پیش هم عکسی نزدیک به همین مضمون رو از رویترز گذاشتیم ولی به نظرم این عکس که متاسفانه گریز بود اسمش نتونستم بخونم متاسفم ولی میدونم که عکاس ایرانی گرفته این عکس رو این عکس رو شرق گذاشته در صفحه اول عکس به جام... نظر هوشمندانه یا شاید هم تنامیزی میاد فرجام نبرد دیپلومات ها با جانکری و اسا جلوی پرچم ایران از اون طرف میتونم آقای ظریف رو هم تو تخت خوابیده اونم نشون بدن که اینطور حتی آقای صالحی هم در این فاصله جرایی کرد یعنی میشه با این سوژه میشه بازی کرد بله روزنامه بعدیمون ابتکار ببینیم م. که این روزی است که قطنامه تصویب شد در شورای امنیت یکی دو تا از روزنامه از جمله ابتکار که چرا با این مفهوم کاغذ پاره بازی کردن متو به نظرم اونایی که دقیق تر بودن تو گیومه گذاشتنش که مشخص باشه مشخص باشه چون به حال این ها بعدان سالهای بعد خونده میشه و وقتی خونده میشه دیگه انقدر آدما مثل الان ما حضور ذهن ندارن که این کاغذ پاره اشاره به چیه و کی گفته تاریخچه‌اشو ندارن ولی ما ها بله تاریخچه‌اشو میدونیم که اشاره است به گفته آقای احمدی شه روزنامه بعدی اما کیهان کیهان خب حالا مخالفت خودش رو در تیترم ابراز میکنه البته این گزارشی که این تیتر درست شده همین تیتر است چیزی بیشتر از این نیستش در حقیقت داره پشت این تیت میگه که شماها گفتین تاریخ ورق میخورد و اینا ولی تا الان فقط این مکدونالده که یا آگهی گذاشته که گفته که خلاصه آماده است که بهش پیشنهاد البته بشه. اون آگهی هم از قرار هست برای همه, همه کشورها هم, هم, هم هست. هست. قبلا هم بوده همیشه بوده. یعنی اونم تعبیر غلطیه. ولی به هر حال میگه که به هر حال ورق خوردن تاریخ با سیب زمینی سرخ کرده تعبیری است. مرسومه بعدی اما بذارین از فضای هسته‌ای بیایم بیرون و این حادثه سیل در تهران و در شمال که خب واقعاً غیر مترقب بود غیر از اینکه زمانش غیر مترقب بوده در تابستون در اتفاق میفته نزدیک قلب داریم میشیم ولی در این حال حوادثی که به بار آورد خیلی همه رو تکون داد یعنی حالا همه فهمیدن این همه مهندسین و شهرسازا تکه میکردن رو این ذوابت اینا چنان که شهروند نوشته برای همچین روزی بود یک همچین میزان آب و سیلی نباید ساختمون شش طبقه رو پایین می آورد جز اینکه بگیم هم ضوابط ساخت و ساز رعایت نشده دوم اینکه خوب نساختنش ممنون آقای بهنود در ادامه برنامه برمیگردیم به شما این هفته پوشش خبری توافق هسته ای را بررسی می آیا پوشش بی بی سی انتظارات شما را برآورده کرد نقاط ضعف و قوت پوشش این رویداد مهم در رادیو وبسایت و تلویزیون بی, بی سی از نظر شما کدام بود مقامهای های ایران و پنج به علاوه یک ظاهرا توافقی به دست اومده ظاهرا نه دقیقا توافقی به دست اومده خیلی ها در طول ده سال گذشته این مذاکرات رو به اینجا رسوندن ما میخوایم از همه اونها تشکر بکنیم ما توافق کردیم بر سر متن نهایی اقدام مشترک ما مورد موضوع برنامه هسته ایران دست ایمیلی که در این باره گرفتیم رو براتون میخونم. کوروش در ایمیلش گفته چرا اکثر مهمانهای بی بی سی فارسی از های جمهوری اسلامی هستند. مهناز هم در فیسبوک بی بی سی نوشته برنامه های ویژه مذاکرات عالی بود از تصاویر انتخاب شده تا گزارش های خبرنگار هاتون که جامع و همه جانبه بودند. رزا هم گفته پوشش خبری شبکه بی بی سی جای تشکر و قدردانی داره به نظر من تا حدود بسیار زیادی جانب بیطرفی رو رعایت کردید و فرشته هم که در فیسبوک کامنت گذاشته و گفته از اول گفتگوی هسته در منطقه شمال غرب تهران پارازیت بود و ما فقط شما رو در فیسبوک داشتیم و اینجا در همراه من یکی از سردبیران اتاق خبر بی بی سی فارسی ابراهیم خلیلی همراه ماست تا پاسخ بده به بعضی از این انتقادهایی که از ما شده آقای خلیلی همونطور که شنیدید کوروش گفته که چرا کسانی که به عنوان مهمان در برنامه های بی بی سی فارسی هستند نماینده همه تیفا از جمله مخالفان جمهوری اسلامی نیستند به نظر میاد کوروش انتقادی رو میکنه که من جاهای دیگه هم شنیدم و خوندم و احتمال میدم ممکن البته این ایراد به ما وارد باشه ولی یه دلیلی که ممکنه قانع کننده باشه اگر به یه بازی زمانی دو هفته ای که ما به صورت ویژه خبرهای ای رو پوشش میدادیم توجه کنند در این مدت ما افراد مختلف با دیدگاه های مختلف در برنامه های تلویزیونی چه خبر چه گفته های تلویزیونی در برنامه صفحه دو و چه در رادیو داشتیم ولی حالا احتمالا مثلا منتقد محترم ما زمانی تلویزیون رو باز کرده که کسایی که دوست داشته بشنوه صداشون و صدا و تصویرشون رو ببینه نبودن ولی این تلاش ما بوده این که چقدر موفق شده باشیم یا نه یه نکته است و اینکه بعد از اعلام توافق ما به این تلاشمون ادامه دادیم اونم یه نکته دیگه است که باز توجه بشه که بعد از توافق هم ما به ترتیب شروع کردیم افراد مختلف رو که میدونستیم احتمالا دیدگاه هاشون با دیدگاه حاکم و دیدگاه قالب تفاوت داره اونا رو آوردیم ولی یه نکته هم فقط من بگم که ما به برابری در دادن وقت معتقد نیستیم برابری رو عدالت نمیدونیم چون میدونیم که یک دیدگاهی ممکنه 80 85 درصد اف... افکار عمومی رو نمایندی کنه دیدگاه دوم درصد اقلیت بسیار کمتر رو بنابراین تناسب رو عدالت میدونیم نه برابر وقت دادن رو به مهمون های مختلف ولی انتقاد دیگه ای هم بود درباره مهمان های ما بعضی گفته بودن که چرا از بعضی از مهمان ها خیلی استفاده کردیم اگه یادتون باشه 27 جون مذاکرات شروع شد رسما سه چهار روز قبل ترش ها داشتن صحبت میکرد تصور این بود که 29 هم سی مذاکرات تموم بشه نهایت اول دوم ماه جولای جویه نتیجه اعلام بشه نشد نشد تا 14 همه ماه روی طول کشید بنابراین برای فرصت چنین چیزهایی که برنامه ریزی نمیشه کرد نمیشه اصلا پیش بینی کرد مسیر مذاکرات چه هست روال شبکه های خبری این هست که از مهمون دعوت کنه که به صورت مستقر بهشون بپیوندن در واقع مهمان کنار دست مزری برنامه بشن که خبر فوری رو که ما اعلام میکنیم و روال ب... معمولی برنامه ها رو متوقف میکنیم پخش برنامه های دراز مدت نیم ساعته رو متوقف میکنیم با کمک مهمان ها بتونیم اون وقت خالی رو پر کنیم و بیننده رو شنونده رو همراه خودمون نگه داریم این انتقاد هست ولی واقعا در اون شرایط اه... که نمیشه پیش بینی کرد راه چاره دیگه ای بهتر از این به نظر نمیاد اگه خیلی سریع توضیح بدین برای بعضی سوال پیش اومده بود که چرا ما برنامه های تلویزیون رو ادامه ندادیم و رفتیم رادیو اونم به همون دلیل که الان گفتیم به دلیل غیر منتظره بودن طول کشیدنش کادر فنی ما کادر نیستند که اختصاصا برای تلویزیون فارسی کار کنند اینا برای بخش های دیگه بی بی سی عربی اینا هستن نمیشد تا یه زمان خاصی این محدودیت رو ما داشی میتونستیم نگه داریم اولین بار در تاریخ بی, بی سی فارسی این اتفاق افتاد که تونستیم برنامه تلویزیون رو ادامه بدیم تا و نیم نصف شب از یک کنیم برنامه رو بازم برای اولین بار همکارای ما در رادیو که برنامه شروع یک ماه پیش تصویری شده اون رو به اصطلاح مثل یه دوی امدادی از ما دریافت کردند و برنامه رو تا چهارونیم صبح بردن تا این تداوم پخش خبر ادامه داشته باشه یه تلفیق بسیار مناسبی شد از تلویزیون و رادیوی تصویری یه مسئله هم که در فضای مجازی مطرح شده از قرار بعضی از مجریها و خبرنگارهای بی بی سی در روز توافق لباس بنفش پوشیده بودند هم من دیدم که در فیسبوک دربارش بحث شده همین که روزنامه جوان همین خبر رو کار کرده با تصاویری از های ما دقیقا قضیه چی بود چرا همه بنفش پوش بودن اون روز یا بنفش حالا البته فکر کنم به بنفش بودن شما هم این ای برنامه ما قبل از انتخابات ریاست جمهوری آقای آراز. روحانی بود فکر کنم بارها چنین هماهنگی رنگ هم روزهای قبل و قبلترش بوده ولی... اهم مثلا اون توجه حساسیت خاصی که به اون روز شده باعث شده فکر کنن ما برنامه ریزی داشتیم نه اصلا چنین چیزی نیست روزا هم شده که چهار تا از مجریای ما مثلا لباس زرد پوشیدن لباس آبی پوشیدن لباس سبز پوشیدن بنابراین این رنگ ها رنگ هایی نیستند که به نفع یه جریان خاص سیاسی مصادره شده باشن این رنگ ها رنگ های طبیعی خدادادی اند هر کی حق استفاده داره ولی بله این نکته اتفاق افتاد اون روز چنین چیزی که چند تا از همکارای ما چنین هماهنگی رنگی داشتن بدون که هیچ گونه اراده ای پشتش باشه و از سر اتفاق صرف بود چون تا حدود زیادی حداقل خود من سعی میکنم که حواسم باشه که به هر حال واقعیت یه سری رنگ های, پیام های سیاسی داره همه فکر کنم سعی میکنن بلکه بیشتر به نظر میاد که یک اتفاق بود و بب... هماهنگی این... نبود در و بح این بحث هم هست که بعضی از همکارای مجری ما همیشه سعی میکنند وقت ببینن که خانم همکار خبرخونشون مجری دیگه اون روز چه لباسی رو میپوشه سعی کنن هماهنگ اینو به صلاح روانشناسی رنگ ها رو رعایت کنند و با همدیگه هم رنگ باشن بنابراین یه بخشی هم ناشه از این تلاش برای اینکه با همدیگه به اصطلاح ست باشن از اونجا ناشی میشه من امیدوارم که هیچ کمپینی در ایران رنگ قرمز انتخاب نکنه نصف کمد های من قرمزه قرمز بچکرم ابراهیم خریدی از سردبیران اتاق خبر بی بی سی فارسی خب آقای بهنود کارتونایی که این هفته به نظر شما جذاب اومده چیا بوده میخواید قبل از اینکه حرف کارتونا رو بزنیم یه حادثه ای رو که برای روزنامه‌نگارها حادثه مهمی بود در هفته گذشته به اون اشاره کنیم و اونم وضعیت آقای احمد زیدابادی است گرچه تا این لحظه ای که ما برنامه داریم صرف کنیم هنوز قطعی نمی‌دونیم این مجده ابعادش چقدره ولی به نظر میرسه که به هر حال یک تجدید نظری در مورد طول مدت تبعید شدنشون به گناباد شده است که فی نفسه از میزان شادمانی که روزنامه‌نگارا در داخل و خارج از ایران نشون دادن میشه فهمید که خبر مهمی بوده بسیار عالی اما کارتون را اگه موافقید شروع کنیم از کارتون فرشید رجبلی درباره ملاحظه کنیم دیگه فکر کنم تعریف زیاد نداره این اشاره است به همون عکس معروفی که از پیروزی متفقین در جنگ هست و عکسی که به،, به معنی پیروزی نظامی جا افتاده است در دنیا اما کارتون بعدی کارتونیست از سلمان تاهری تمام تا معمولا مسائل اجتماعی اقتصادی رو میبینه ملاحظه میکنیم که اون دور دکل نفت است اینم مشتریایی که اومدن و با این کارگر صنعتگر میخوان دست بدن اونطا نمیدونه کدومی که از اون 5 6 تا هستن البته یه مشکل هم دارن که با دست چپ هر دو طرف نمیتونن دست بدن بله اینا واسه اشاره به ماجرایی که سر پول های بلوکه شده پیش اومده بود که به حال معلوم شد که قسمت اعظم این پول ها گذاشته شده در چین و حالا بعضی ها بدبین بعضی ها خوشبین به حال معلومه که این پول ها در چین هست و همین چهت کارتون داره میگه که پول چینی تحویل داده شده چینی افتاد شکست بسیار عالی و بعد کارتون بعدی؟ نعیم تدیان نه به کار... کارتون فیروزه مزفری دارید میبینید که اشاره میکنه به اینکه تاثیر رفع تحریم ها تا الان قطعی است که تو وضعیت سلامت و داروها اثر قطعی چون است که کمبودش کاملا روشنه که کمبود معاملات باعث شد بنابراین پنج به اضافه یک دقیقه دارویی است که داره بر البته هنوز مریض به نظر مریضه دارو قدم تو دسر نمیکنه نه <تصفح> برگزیده های این هفته به نظر می... میاد که با یک دیدگاه متفاوت انتخاب شده. تا حالا ما مستاق انتخاب ام. میکردیم. حالا فکر کنیم مثلا شاید بریم به خود معنا برسیم. بیشترین چیزی که در دو سال اخیر یعنی بعد از دولت آقای روحانی تغییر کرد این روزنامه خود دولته. ام. از جمله اتفاقاتی که توش افتاد یک مقالاتی چند روز در هفته آفرین چیز ساز البته او اولم دنبال اسمش داره درباره مسائل سیاسی به خصوص تو این دوره هسته ای خیلی فعال روبرو شد مقالات دست شسته جمع و جوری هست و خیلی به نمونه های استاندارد نزدیک تو این شماره که داریم می‌بینید مثلا پرس کنید که اون کنار پژمان مستوی هم درباره همون ماجرای سیل که گفتیم توضیح داده از جمله اینکه توضیح زده و با اوردن نمونه ها روشن کرده که سازمان هواشناسی گفته بود منتها در ایران کسی عادت به شنیدن یا دنبال کردن هواشناسی قبل از سفر یا قبل از مسائلی نداره من این توجه داده بود که دست کم این اسمارت فوناتون رو نگاه دارم. کنید تیف مقاله هایی که در فرزن یک روزنامه میبینین آیا طیف متنوعیه یا اکثرا توی یک خط فکری و سیاسیه به هر حال روزنامه ها خط فکری رو دنبال به روزنامه روزنامه دولت هست طبیعتا توی مقالاتش موضوع منفی دولت نیست اما همه روزنامه اینطوری نیستن حالا در مثلا در نگاه بعدی تو روزنامه ببینیم مثلا فرض کنید که این روزنامه بعدی که با هم نگاه کنیم اعتماد اعتماد صفحه اولش گاهی مقاله داره بیشتر روزا داره و سه تا هم داره ولی گاهی اوقاتم نه کم میشه ازش منتها صفحه آخر ثابتی داره این طرف ستون کرگدن هست آقای میرفتا می با بیان خاص خودش بیان نقلیس بیشتر اون طرف دارید می یه ستون مهمان هست که آقای لیلاز, لیلاز مثلا موشت. در این شماره نوشته درباره این که توجه داده به این تو این شلوقی های هسته. یونان یادتون نره روزنامه بعدی که ببینیم شرق هست شرق و مقالات داره هم شرق هم اعتماد سردبیراشون هم نویسنده هستن هم آقای غلامی هم آقای دلیلی اینجا مثلا دارید نگاه که شرق به چند تا موضوع ولی چون روز هسته یه بیشتری موضوع در اطراف هسته است بنابراین پس بنابراین مقالات ثابتی وجود داره نه نویسنده های ثابتی که اینها میگرده تو پس این هم یه نوع دیگه است که اتفاق میفته یه نوع حالا تو روزنامه, روزنامه بعدی ببینیم آرمان است آرمان یه نوع جدیدی اصلا به داستان نگاه میکنه به نظرم میرسه تمام مقالاتی که داره که زیادم هست شاید هیچ روزنامه ای در صبح تهران بنز آرمان مقاله هر روز نداشته باشه این تولید بالایی است ولی این تولید رو آسون کرده با تلفن میگیره و اینا مقالات نوشتاری نیست مقالات نوشداری با گفتن پای تلفن خیلی فاصله داره به خصوص وقتی بعدم ویرایش نشه آدم وقتی میگه تکرار میکنه وقتی میگه جملات فعل و فاعلش معمول و این تو نوشتار معمول نیست ام. و همینجاست خیلی از این مقالات رو به نام کسی که باهاش در واقع تلفنی صحبت کرده بله، کردن و, و آدم بره. مورد اعتراض قرار گرفته اینا ولی به حال این رسمی است که گذشته آرمان و داره بر این اصلا استادگی میکنه در حقیقت ام. یه نوع و مثلا, مثلا یه نمای دیگه سیاست, روس روز, روز, روز که یک روزنامه اصولگرا هست و این وسط میگم مثلا یه نمونه نمونه کیهان هست که هم با یک مقاله خود اداره میکنه یعنی که در واقع خیلی هم مثلا کیهان رو برای همون سر مقالهش میخونن و اگر هم اون سر مقاله سر مقاله آقای شریف نباشه شاید مثلا 50 درصد چون نمیخونن یعنی در حقیقت برای سر مقاله های آقای که مدیری کیهان خونده میشه بیشترش البته حالا آماری به اون دقیقی ند ولی سیاست روز ببینید آورده مقالات چقدر بالا تقریبا کنار تیتری یکش کرده در حالی که وقتی میریم توش اینقدر تنوع مطلب نداره و بنابراین بعضی از اینا مصاحبه است بعضی از اینا ترجمه است ولی سیاست روز هم روزی یک مقاله چنان که همینجا هم داریم میبینیم داره هر روز یک دونه مقاله سیاسی داره که از سبک خاص این روزنامه پیروی میکنه بسیار عالی اینم جنبندی شما از مقالات در روزنامه های ایران بریم سراغ مجلات نگاه نو دارید میبین. نگاه نو این هفته بخش ویژه خود شده داده به نفت و توسعه مناسبم هم هست دیگه چون مسئله نفت ب... مهم... مهمترین مشکلی که تحریما وجود آورد مساله نفت بود دیگه هم صنایع نفت کهنه شد و فرسوده شد و نتونستن تجزیه بکنه هم نتونستن بفروشنش به شکل عادی به نظر من اما مهمترین کاری که نگاه نو اینه که رفته متن سخنرانی رو که ما از دور شنیدیم ولی نخونده بودیم و حالا فرصت خوندنش برای اون پیش اومد یک کنفرانسی بود در تهران همایشی بود دو سه ماه پیش که در اونجا آقای موحد یک سخنی گفت موحد هم حقوقدان هست هم اهل عرفان هست هم در مولانا متخصص است و هم در مورد تاریخ اونجا گفتش که آقا الان من میخوام یک پیشنهادی کنم و اونم فراخوام بدم برای تدوین اعلامیه جهانی تکالیف بشر این حتی انعکاس جهانی پیدا کرد این حرف ما الان اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم ایشون میگه الان دیگه اول قرن 21 الان موقعشه که یه اعلامی هم داشته باشیم که تکلیف بشر روشن کنیم تکلیف بشر در مقابل حقوق زی... مثلا محیط زیست چیه تکلیف بشر در مقابل مثلا فرض کنید حکومت ها چیه در واقع وظیفه غیر از اینکه میبینید که روی جلد هم اختصاص داده شده به آقای سپانلو که در حقیقت آخرین داغی است که بر دل ادبیات ایران مانده است داریم ایران فردا رو می‌بینیم ایران فردا مشهور است به اینکه نشریه به اصطلاح سیاسی است و مش... به... به نهله خاصی از سیاست هم به خاطر بنیانگذارش آقای عزت الله صاحبی به اون نهله خاص توجه داره خانم بنی اعتماد یک مصاحبه مجله باشون کرده این مصاحبه مصاحبه جالبی است چون پشت پرده بعضی از فیلمایی رو که ایشون ساخته نگاه می‌کنه این توجه خاصی که می‌کنه مسائل اجتماعی مسائل زنان به مسائل زنان بی... به بی سرپرستی که سرپرستی چندتا بچه کوچک هم دارن اینا وقتی که شوهر میکنن وضعشون هیچ بهتر از قبلی نمیشه معمولا وقتی هم نمی کنن که همین فاجعه هایی که در جای مختلف به خصوص خانم بنی اعتماد در موقعیت های مختلف مدال ها جوایز خودشون رو اینا رو گذاشتن برای اینکه شاید بشونه خونه های امنی برای اونا چون معتقد است در طول این سال هایی که کار کرده و خیلی نگاه انسانی هم هست معتقد است در طول این سال هایی که کار کرده متوجه شده است که داشتن یک خونه امن برای زنان زنانی که در یه وضعیت خاصی قرار می گیرند خیلی موضوع مهم است که باید بره بخش اول مجله اگه موافقت تیشه بگم که به موضوع حساس نظارت استثوایی میپردازه معتقد است انتخابات در پیشه انتخابات حساسی در پیشه و در این انتخابات حساس باید ببینیم آقای روحانی او با ماجرای نظارت استثوابی چه جوری میشه آدمای مختلف درباره این قضیه صحبت کردن از جمله آقای مراد صقفی مطلب خیلی خوبی درباره نظارت استثوابی و تاریک چش دارن بسیار خوب اندیشه اصلاح نه، اندیشه اصلاح اولین شمارشه در اومده این اولین شمارشه ما داریم میبینیم برای قضاوت کردن در موردش طبیعتا اولین شماره خیلی زود اما همینو بگم که خب نشریه کاملا تخصصی است یعنی در زمینه فلسفه و اندیشمندی گرچه به آدم به یاد کیهان فرهنگی و کیان میندازه گفتگویی کرده است آقای قطبی با آقای ملکیان که آقای ملکیان در باب عرفان اسلام اصولا در باب عرفان و اون اولش همون اول آقای ملکیان همیشه هم همون اول یه موضوع میگن خیلی آدمو به فکر میبره وقتی ازشون سوال میکنه به عرفان اسلامی میگن من یه حد و حدود دارم در اینجا و من اون که من تصور ابن عربی رو یعنی تصوری که میخواد عرفان رو با اسلام با هم دیگه در تداخل قرار بده یا با هم دیگه آشتی بده یا به حال یه نوعی دا کنه قبول ندارم اون نگاه نگاه خودش هست اینم نگاه نگاه خودشه و اینجا نگاه های مختلف به زندگی هستش که میشه عطا و لقای عرفان اسلامی یعنی در حقیقت ایشون عطا و لقای عرفان اسلامی رو داره باش خدافزی میکنه و آخرین مجله‌ای که برامون دارین این هفته چیه؟ آرامش برتر آرامش بشر یک مجله است که در تیتر خودش نوشته که این نسل جدید مجلات روانشناسی است راست میگه یک در حقیقت یک روانشناسی به زبان عام هست مثل نشد خانوادگی است که مشخصا در مورد آرامش و بنابراین معتقد است که جامعه برای آرامش بدتر رو برتر رو دنبال میکنه و علاقمند است داره مثلا یه صفحه مشاوران سنگ صبور داره که سوال جواب میکنن معمول دنیا سوال میکنن جواب میدن اینجا خانم های روان شناس و یکی نفر البته پزشک روان اعصاب روان اومدن افراد سوال میکنن جواب میدن من بعضی از سوال ها برام تعجب برانگیز بود شاید به خاطر اینکه با نمونه های جهانیش یه ذره فاصله داشت اینکه مثلا یه با... کسی پرسیدم و با... پسر دایم نامزد کردم خیلی همدیگر دوست داریم ولی خیلی لجبازی میکنه دخالت های پدر مادرش رو به آنهای علکی هم هست و جواب اه... کارشناس ارشد خیلی سریح و تنده یعنی میگه دوست خوبم پسر دایی شما از اول هم شما رو دوست نداره. من, من این این پاسخ به این روشنی و راهنمایی کننده خیلی قضاوت قاطعانه قاطع ولی ولی این کارتونی که می‌بینید کارتونی است که شایان جفر نجات کشیده و این کارتون نشون میده که روانشناسا یا دست کم پیه کننده های این مجله خیلی تسامح دارن به خاطر اینکه تو این استوری که تو این کارتون دنبال میشه متلک های جدی هم بر هم اینجا میگه که این نشسته روانشناس شناس نشسته داره صحبت میکنه میگه خب اصلا اشکالی نداری خیلی از نوابق هم مثل تو خنگ بودن از اول من تو رو مهندس هوا هوافضا تحویل جامعه میدم فقط اون ده میلیون رو بی زحمت کارت به کارت کن یعنی <applause> این تو موضوع... امیدوار است که بدونیم یک سنفی تحملش تحمل کردم و به نظر من این روانشناسی های ظریف مخصوصش آقای ظریف هست به عنوان دیپلمات بنابراین مقصدم که موضوعی که جلب کننده و خاندانی هم باشه توش داره نشه خاندانی با آرمان اینکه آرامش در جامعه برقرار بشه بسیار عالی و نکته آخر امروز نکته آخری بدیم به خاطر کم بوده وقت از متن بگذریم و فقط این کارتون رو شما نازنین جمشیدی کشته شما ت... بگید بسیار کارتون دیدنی فکر کنم که اشاره داره به همون تابلوهایی که بیلبوردایی که در سطح شهر زدن از آثار هنری می‌بینیم که همینطوری اطراف خیابون این بیلبوردها نصب شده ولی با موضوعاتی که شاید برای مردم ملموس‌تر باشه فرضاً یکیش هست نام اثر چلو کباب با گوشت خالص یکیش هست نام اثر پول بسیار I mean, you know. مثل آثار هنری میمونه و کسایی که پایین دارن این تابلو رو نگاه کنن یکیشون گفته این تابلو چقدر آشناست توی کتاب درسیمون بود پول تمیز بخصه. پول تمیز یکی دیگهش که به نظر من خیلی جالب بود نام اثر مرغ ارزان غیر دولتی سبک اثر رئالیسم جادویی بله کاملا بسیار کارتون دیدنیه ممنون آقای بهنود از وقتی گذاشتین تا هفته آینده که دوباره در خدمتتون باشیم منتظر نظرات شما درباره برنامه‌های تلویزیون رادیو و سایت هستیم کافیه که به بی بی سی دیدبان تویت کنید توییت های شما رو میبینیم یا به آدرس دیدبان at bbc.co.uk ایمیل بزنید همینطور میتونید با استفاده از هشتگ بی بی سی دیدبان در فیسبوک و توییتر نظرات و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید ممنون که با ما بودید